نفت و انرژی از واشنگتن ما رو همراهی می کنند. آقای شکری خوش آمدید. اگر روسیه صادرات گازش رو همچنان متوقف نگه داره، به نظر شما تا چه حد اروپا این زمستان رو با بحران کمبود گاز روبرو خواهد بود؟ میدونی که قبل اینکه روسیه در ماه فوریه به اوکراین هم حمله بکنه، از سال قبل اتحادیه اروپا و بازار جهانی شاهد بحران انرژی بود و این بحران انرژی خودش رو در بازار گاز طبیعی اروپا به خوبی نشون داد و تصمیم اخیر روسیه برای قطع صادرات گاز طبیعی از طریق پروژه خط دونلی نورد استریم 1 که تقریبا 40% گاز طبیعی اروپا را سال پیش تامین کرد، باعث شد که بحران انرژی در اروپا هر روز بیشتر از دیروز اثر خودش نشون بده و عرض کردم بدون اینکه حتی گاز روسی هم قطع بشه اروپا با بحران انرژی دست به گریبان بود. و با توجه به اینکه کشورهای اروپایی در نظر دارن که تا آخر سپتامبر حد اکثر سرسات ذخیره سازی گاز رو پر کنن، ولی نکته که باید بهش اشاره کرد، اگر همه کشورها بتونن 100% از ذخایر رو پر بکنن، بازم این 100% نمیتونه در 3 ماه زمستون جوابگوی نیازهای اتحادیه اروپا باشه. و مسئله مهمتر، اگر روسیه نخواد دوباره از طریق پروژه نورد استریم 1 گاز رو به اروپا بفرسته، اتحادیه اروپا برای بهار میخواد از کدوم ذخیره استفاده بکنه؟ یعنی مشکل اتحادیه اروپا فقط تامین گاز در زمستان نیستش، در بهار و سال آینده هم دامنهای بحران فعلی ادامه خواهد کرد و اروپا سعی میکنه که دامنه بحران را کنترل بکنه. و دوستانی که ادعا میکنن اروپا میتونه زمستان را با شرایط فعلی سر بکنه، یا با کلمه بحران بیگانه هستن و یا با واقعیت و آمار که از سوی بروکسل در مورد ظرفیت میزان مصرف و واردات گاز طبیعی اروپا ایرانی شه با اون از اونها بیخبر هستن. آقای شکری، به نظر شما این بحران در بازار انرژی اروپا میتونه تاثیرات بلند مدت روی معادلات بازار جهانی انرژی بگذاره و این سیاست گذار از سوخت‌های فسیلی رو که اتحادیه اروپا و کشورهای صنعتی دارند رو تسریع کنه؟ بله، اتفاقا قرار جمعه هفته آینده وزرای خزانه‌داری اتحادیه اروپا بسته حمایتی برای شرکت‌های انرژی این کشور این اروپا این اتحادیه تصویب بکنن و حتی قرار هستش که با تصمیم جمعی این کشورها رو به استفاده از انرژی هسته‌ای و زغال سنگ رو بیارن. بحران اخیر، یعنی بحران که از سال گذشته شروع شد، کشورها را وادار کرد که در بین امنیت انرژی و پروسه گذار انرژی روی امنیت انرژی تمرکز بکنن و به این خاطر در بحث پروسه گذار انرژی ببینیم که برخی برنامه با تغییر مواجه شد. ولی بحران فعلی بهترین شانس برای اروپا برای تسریع پروژه گذار انرژی، سرمایه گذاری بیشتر روی انرژی های تجدیدپذیر و هیدروژن و همچنین خودروهای الکتریکی هستش. این بحران میتونه هم فرصت و هم چالشی برای پروسه گذار انرژی باشه که فکر کنم کشورهای اروپایی درس خوبی از این بحران گرفتن و میتونیم پس از حل بحران که احتمالا سال آینده به اتمام برسه، شاهد تسریع روند پروسه گذار انرژی در بین همه کشورهای اروپایی و سرمایه گذاری بیشتر برای احداث ترمینال های LNG و همچنین فراهم کردن گاز طبیعی بیشتر از کشورهای آفریقایی و LNG بیشتر از قطر، استرالیا و آمریکا در این حال هم باشید. خیلی کوتاه در حد چند ثانیه برامون بگین ایران در چنین وضعیتی اگر که برجام احیا بشه چقدر میتونه در بازار انرژی جهانی نقش ایفا کنه؟ میتونه با سرمایه گذاری روی توسعه میادین گازی نفتی خودش از این وضعیت بهره ببره؟ اگه بخوام در چند جمله خلاصه بکنم، ایران فقط میتونه در بخش نفت تا حدی در بحران انرژی کمک حال اروپا باشه، اونم خیلی کوتاه مدت، چون در حال حاضر نفت ایران در بازار قاچاق به فروش، بازار خاکستری به فروش میرسه. در بخش گاز طبیعی ایران خودش در زمستان آینده با بحران روبرو هست و اینو وزیر نفت خودش اعلام کرده که کسری تولید گاز طبیعی هستش و ایران حداقل تا 5 سال آینده نمیتونه تامین کننده گاز طبیعی اروپا باشه. هرچند اگر هم امروز هم ظرفیت تولیدش داشت، هم اروپا چنین درخواستی مطرح نکرده و هم مخالفت جدی روسیه، آمریکا هم باید مد نظر قرار گرفته باشه. همچنین قطر هم مایل نیستش که سهم LNG قطر در بازار LNG اروپا کم بشه. یعنی رقبای ایران در بازار جهانی انرژی، چه نفت و چه گاز، از بازگشت کامل ایران به بازار پس از توافق احتمالی خوشحال نخواهند بود و همه تلاش را برای حفظ سهم خودشون و کاهش سهم احتمال ایران در بازار در آینده به کار خواهند گرفت. ممنون از توضیحاتتون آقای امید شکری، کارشناس نفت و انرژی از واشنگتن ما را همراهی کرده.
ارتش اردن و ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام رزمایش نظامی